سلام و درود میگم به شما عزیزان. خوشحالم که در خدمتتون هستم با سری فیلم های ترید فارکس با استراتژی کامپریهنسیو تریدینگ یا همون استراتژی جامع معاملاتی. و در این سری از فیلم ها قصد داریم که بازارهای فارکس رو به صورت کلی و هر روز مورد بررسی قرار بدیم تا تمام موقعیت هایی که ممکنه در بازار وجود داشته باشه رو بررسی کنیم و به شما نمایش بدیم. برای اینکه نظم بیشتری داشته باشیم در سه پارت فیلم ها رو بررسی خواهیم کرد. پارت اول به معاملات بازمون میرسیم، در پارت دوم به معاملات یا جفت ارزهای پرچمدارمون خواهیم پرداخت که احتمال وقوع معامله در اونها نزدیکه، و در پارت سوم به موقعیت‌های دیگری و سایر جفت ارزها و تحلیل اونها می‌پردازیم. اگر هر روز ما رو دنبال بکنید، سیر طبیعی تحلیل رو کاملا درک می‌کنید. اگر این اولین باری هست که دارید این فیلم رو مشاهده می‌کنید، می‌تونید از فیلم‌های قبلی هم شروع کنید تا سیر بازار رو از دست ندید. با ما همراه باشید. سراغ چارتمون می‌ریم. اول از همه سراغ موقعیت‌هایی که باز داشتیم یا باز کردیم از دیروز تا حالا خواهیم رفت و اونها رو بررسی میکنیم. اولین موقعیت انزدی به CHF بود که اگر خاطرتون باشه گفتیم که توی این ناحیه با تشکیل این هدن شولدر رو بریک کردن کانال توی این کف، توی این سیگنالی که اینجا داده شد، ورود کردیم به معامله با این استاپ و هنوز تو معامله هستیم. با توجه به اینکه کمی سقف ها به سمت بالاتر اومد، این سقف که زده شد اگر بیاد این سقف رو هم بزنه، دیگه میتونیم استاپمون رو روی این ناحیه قرار بدیم و ریسک ویریمون رو انجام بدیم. توی جفت ارز دیگه یورو به CHF بود که تو معامله بودیم، کماکان بازار ریزشیه. البته ما رو همین عدد 1:2 خورده که دیگه کامل شد از بازی خارج شدیم، ولی فشار فروش زیاد هست. یعنی این فاکتور اگر خاطرتون باشه ما گفتیم اینجا ورود کردیم به معامله با این استاپ و کماکان بازار داره ریزشیه، ممکنه مجدد هم موقعیت برای ورود به معامله سل رو فراهم بکنه. فعلا بازار داره به سمت بالا حرکت میکنه، واگرای مخفی در تایم فریم های 1 ساعته مشهوده و در تایم 4 ساعته هم ببینید که جریان به شدت نزولیه. این احتمال وجود داره که بازار باز هم سطوح پایینتری رو بخواد ببینه و خب این معامله میتونه تموم شده باشه از نظر من و میتونیم سودتون رو تو هر مقطعی که از این محل هست گرفته باشید یا میتونید مدیریت هم کرده باشید، یعنی استاپتون رو به تدریج پایین و پایینتر بیارید. میتونه الان استاپ، اگر معامله هنوز باز دارید، استاپ رو پشت این صف قرار بدید و منتظر باشید تا تی پی آی بزرگتر رو به دست بیارید. جفرز دیگه که ورود کردیم به معامله دیروز یورو به کد بود. اگر خاطرتون باشه در طول هفته دنبالش میکردیم دیگه، گفتیم که تو این ناحیه به علت افت مومنتوم دیگه تو کف خریدار نبودیم تو محدوده رنج و با شکست پرقدرت که این ناحیه و همچنین شکست S1 اتفاق افتاد منتظر پول بک بودیم. در تایم فریم 1 ساعته روی این نقطه ما منتظر بودیم که پول بک رو ببینیم، یکم فشار پول بک زیاد بود، وایستادیم الگو ببینیم. اینجا یک الگوی مثلث کاهشی تشکیل شد. اگر دقت بکنید که الگوی مثلث کاهشی تشکیل شد که با این کندلی که دیگه اینجا بریک کرد میتونستیم ورود کنید به معامله. البته این بالا هم میشد ورود کرد، ولی خب دیگه حالا اینجا امنیتش بیشتر بود. ما اینجا ورود زدیم به معامله، استاپمون رو هم پشت این محدوده قرار دادیم. تا الان 1:2 رد کرده، یعنی حداقل تارگت رو به شما داده، ولی احتمالش خیلی زیاده که بتونه بازار تا پیوت خودش رو حرکت بده. کماکان ماجرا نزولیه و فکر میکنم که احتمالش خیلی هست که بازار مجدداً بتونه اگر این ساعت‌های کوچیک‌تر خودش رو تو این ناحیه بشکنه یه حرکت دیگه نزولی به سمت پایین داشته باشه. میتونید اگر این معامله رو شما هم باز کردید، سیگنالش رو چون صحبت کرده بودیم، میتونید هم نگهش دارید یا ریسک بری بکنید حداقل تو اگر الان معاملتون بازه، یا اگر مجدد به این سطح برگشت روی حداقل تارگت خودتون رو ببندید. جفت ارز دیگه ای که احتمال موقعیت خوبی رو داره یورو به انزدی بود که دیروز با شکست بالاخره این محدوده و این کانال و این فضایی که درست کرده بود تو این ناحیه حرکت نزولی خودش رو آغاز کرده. به نظر میرسه در این ناحیه حداقل واسه معامله نه، ولی اگر بتونه سطوح بالاتری رو ببینه، یعنی کمی برگرده به سمت بالا، روی این محدوده PRZ خوبی رو داریم، هم پیوت رو داریم، هم احساس میکنم 50% کل موج تو این ناحیه، 38% فرق تو این ناحیه قرار گرفته. اگه دقیق بکشیم آره دیگه، بین 50 تا 38 تعلقه و محدوده پیه و همطور کف آخرم تو این ناحیه هست. اگر بتونه بازار مجدد به این سطح برگرده خیلی جای مناسبی رو برای معامله سل فراهم میکنه. جفت ارز بعدی که احتمال باز موقعیت داره جفت ارز USD به CHF است که حرکت سودی خودش آغاز کرد، صف و کفا رو به سمت بالا
حرکت داد. البته تو این ناحیه احتمال یک معامله خرید داشتید، چون هم در تایم فریم های کوچیک‌تر شرایط خوبی رو فراهم می‌کرد. کماکان که می‌بینید جریان در تایم فریم یک ساعته ما واگرایی مخفی رو داشتیم تو این حوالی و خط روند زیر کانال رو داشتیم، کانال اون به سمت بالا شکسته شده بود و کندلای خوب همر تو این ناحیه تشکیل شده بود، میشد ورود کرد به معامله، منتها دیگه بررسیش نکرده بودیم به این دقت، ولی به هر حال اینجا موقعیت مناسبی بود. اما اگر مجددا بازار با توجه به اینکه الان دیگه خیالم راحته که داره جریان صعودی میشه بتونه استراحت خوبی رو واسه ما رقم بزنه، دنبالش میکنیم تا بتونیم از این جریان به احتمال زیاد رنجی که تشکیل شده برای حرکت صعودی بتونیم استفاده بکنیم. به نظر میرسه که پیوت پیر ماهانه رو هم تصمیم داره که بشکنه و خب این خبر خوبیه که هر چقدر پرقدرت‌تر حرکت بکنه میتونیم تو استراحت بگیریمش. بریم سراغ جو فرضای دیگه. پوند به آزی به محدوده مد نظرمون نرسید که بخوایم معامله باز بکنیم و زودتر معامله خودش رو حرکت داد و به سمت پایین حرکت کرد دیگه. روی همین حوالی با تشکیل این هدن شولدر بزرگتر دیگه بازار ریزش خودش رو قطعی کرد، داره کم کم به سمت پایین حرکت میکنه. در تایم فریم پایین ترش شاهد یک حرکت نزولی کانالی هستید مجدد که بازار داره حرکت میکنه به پیوت پی که وقتی شکسته شد دوباره پرقدرت برگشته. احتمالش هست بازار دوباره یک همچین حرکتی رو بزنه، اما چون وسط کانال هستیم خیلی ممکنه محل جذابی نباشه و حرکات سینوسی زیادی بزنه. بیشتر مایلیم که بازار به صفا و کفا برسه و تو اون نواحی بتونیم بازار رو شکار کنیم. CHF به ین هم جو فرضی بود که اگر خاطرتون باشه یک بار توی این موقعیت گفتیم احتمال حرکت صعودیش میره و برکت پول بک بسیار پرقدرتی داد، دیگه رهاش کردیم تا ببینیم چه میشه. دیروز خب کف خودش رو زده، هدن شولدر رو شکست به سمت پایین، اما خب جریان صعودیه هنوز، ولی یک کف اصلی به سمت پایین زده شده. حالا اگر این ماجرا بتونه یعنی این سطح پس گرفته بشه به سمت بالا و بیاد خط روندش رو بشکنه، یه سیگنال بسیار پرقدرت مومنتومی رو دیگه خواهیم داشت، اونم هدن شولدری که فیل شده. ولی اگر نه بازار با این هدن شولدر کار بکنه و بخواد شواهد نزولی رو بیشتر کنه، الان دو تا شواهد داریم، یک مدرک اولمون هدن شولدری که تشکیل شده، دوم یکی از کفایی که به سمت پایین زده شده که کف خیلی مهمی بود، پی آر زدی بود متشکل از کف آخر، خط گردن، پیوت و فیبوناچی که ما توی ناحیه داشتیم. و اگر بخواد این نواحی رو یعنی با توجه به این ادله بازار بخواد نزولی بشه، خب باید منتظر بمونیم یه خط روند بشکنه و تاییدیه های بیشتری بگیریم تا بتونیم سطحش رو به سمت پایین معامله بگیریم. منتها خب بگم این سطح بنفش رنگ اینجا سطح تایم بزرگ ماست و واکنش خیلی قوی هم بهش داده، فعلا کمی نظارگر هستیم ببینیم آیا این جریان نزولی شواهدش تکمیل میشه یا فیل میشه. فکر میکنم که اگر بخواد ماجرا به سمت بالا مجدد برگرده دیگه با این قدرت نزولی اگر نتونسته باشه بره، پس احتمالاً حرکت میتونه حرکت مجددن صعودی پرقدرت باشه. انزدی به USD جوف ارزیه که مد نظر داشتیم، هنوز روی این سطح بازار گیر کرده، احتمال زیاد ماجرا داره نم نم به سمت پایین حرکت میکنه و شاید این سطح رو شکسته. چرا میگم شاید؟ چون در تایم فریم های بزرگتر چند کندل داره نم نم فاصله میگیره از این سطح و اولین کندلی که الان زیر این محدود بس شده این کندل بوده، ممکنه همین کندل معامله گران نزولی رو به سمت اینجا حرکت بده. منتها هم واگرایی داریم و افت مومنتوم داریم اینجا، خب یه مقداری برای معامله سل به نظرم فضای مناسبی رو فراهم نمیکنه. اما از نظر پرایس اکشنی بازار کماکان در یک کانال ترتمیز نزولی داره حرکت میکنه و اگر به حوالی این سقفش برسه مجددا احتمالاً معامله گرا نزول رو میگیرن. باید صبر بکنیم ببینیم سیگنال هامون توی ناحیه تجمع پیدا میکند یا نه. فعلا نه واگرایی داریم نه به محدوده خوبی رسیده. فکر میکنم پیوت ها رو هم اگه بررسی اگر بکنم توی ناحیه هنوز هم فاصله داریم تا پیوت مد نظرمون. یکی از جاهایی که احتمالش میره که بازار بتونه شرایط مجدد سل رو فراهم کنه اینجاست، اگر بخواد بازار مجددن شرایط فروش رو برای ما ایجاد بکنه. فعلا مد نظرش داریم. آزیکد جفت دیگه ای هست که داریم دنبالش میکنیم، شرایطش شرایط خیلی خوبیه، به نظر میرسه که احتمال حرکت نزولی
داره فراهم میشه. در تایم فریم های هفتگی و دیلی یکی از سطوحی که حالا مد نظر داشتیم، حالا از هر جام اگر میخواستیم بکشیمش دیگه قطعا با این کندل پر قدرت شکسته شده. پس بنابراین جریان احتمالش هست که بتونه به نزول خودش برگرده. یه دبل باتم اینجا تشکیل شده با فشار خرید بیشتر، البته با سطوح کفای بالاتر و خط گردنش هم زده. اگر این عمل نکنه این جریان و این سیگنال ها شروع کنن به فیل شدن، میریم سراغ سناریوی کنجمون و تو این ناحیه با شکست کنج احتمالاً بتونیم با یه استاپ پشت این سطح بتونیم حرکت نزولی رو شکار بکنیم. پس فعلا آزیکد رو هم بالا میاریم تا ببینیم آیا شرایط نزولی رو فراهم میکنه یا نه، چون فرضیه که میتونید ازش موقعیت سل بگیرید. بریم سراغ انزدی بی یو اس تی رو هم صحبت کردیم. یورو به یو اس تی رو با هم بررسی بکنیم. جو فرضیه که بالاخره این کف رو شکست، خیلی احتمالش هست که بازار مجددا به ریزش ادامه بده، اما خب توی ناحیه هم اووره هم که حرکت شارپی داشته. اگر بتونه بازار برای استراحت به سمت بالا بیاد و سطوح خوب و بهترین جای همین این سطح بالاست، فکر میکنم که محدوده پیوت هم دقیقا الان توی همین هولوش قرار گرفته. اگر بتونه روی این سطوح بیاد احتمالاً یا اینجا یا اینجا میتونیم دنبالش بکنیم برای معامله سل مجدد و خب خط روندش هم تو همین حوالی افتاده. این جفت ارز رو هم میتونید دنبال بکنید، احتمالاً نزدیکتر یکم بیاد بالاتر شرایط معاملاتی سل رو میتونه فراهم بکنه. یو اس تی به ین کماکان توی ناحیه داره رنج میزنه. در تایم فریم های هفتگی و دیلی دیگه سیگنالاش دارن قطعی میشن، یعنی واگرایی داریم، افت مومنتوم داریم توی ناحیه. همونجور که میبینید در تایم فریم هفتگی کندلای سنگین ریجکت شده داشتیم، در تایم فریم دیلی دیگه واگرایی شدید شده، کراس مکدی هم تثبیت شده و اینجا داره انرژی رو دست میده. خیلی احتمالش هست که بازار از این ناحیه دیگه بریزه. پشت سر هم این خستگی بازار داره به چشم میاد، احتمال حرکت نزولی بلند مدت رو میدیم هم از نظر سایکل الیوتی هم از نظر بحث مومنتوم. اما اگر به هر علت بازار نتونست این سطح رو به سمت پایین بشکنه و این جریان خرید مدام خواست ادامه پیدا بکنه، منتظر میمونیم تا این الگو یا این مثلث هر چی که هست اینجا تشکیل بشه و بتونیم ازش برای جریان خرید ایده بگیریم. آزی به انزدی هم منتظر بودیم که گفتیم اگر خاطرتون باشه و ما رو دنبال بکنید هر روز، تو این ناحیه این کف خودش رو از دست بده. در تایم فریم های 4 ساعته سطوح بیشتری ترسیم کرده بودیم، اینجا فعلا داره رنج میزنه، منتظر بودیم که به سمت پایین بیاد. فعلا سناریوی ما نزدیک نشده. اینو میتونید روز به روز چک بکنید، جو فرضی نیست که بخواید لحظه ای بررسیش بکنید. جو فرض بعدیمون آزی به سی اش اف است. اگر خاطرتون باشه تو این سطح یه معامله ازش گرفته بودیم، بعدم بازار اومد کانالش رو به سمت بالا شکست. حوالی این منطقه سقف آخر یه کمی گیر کرده بین این جریان که حالا هدن شولدره و شکست شدن خط کانال که خریدارها رو میاره و اینکه هنوز سقف آخر زده نشده، معامله‌گرا در حال رنجن و مشخصا بازار تو این ناحیه داره به رنج خودش ادامه میده. فعلا نظارگرش هستیم تا به وضوح یه سقف یا یه کف بالاتر یا پایینتر بزنه تا بتونیم درک بهتری از جریان حرکتیش پیدا کنیم. یو اس تی به کد جو فرضی بود که توی این ناحیه نتونستیم ازش سود بگیریم و حالا رسیده به سقف خودش. قبلا هم این حرکات از یو اس تی به کد اینجا بود. اگر خاطرتون باشه یه بار روی موضوع هم قبلا صحبت کرده بودیم که معمولا یو اس تی به کد بعد از اینکه خطوط روندش رو میشکنه حرکت شارپی داره و میریزه. میبینید معمولا اینجوریه که بر میگرده دوباره به سمت بالا و مجددا دوباره از بالاتر خودش شروع میکنه به حرکت ریزشی داشتن. اگر این حرکت خاص خودش رو دوباره بخواد تو همینجا ادامه بده، میتونه بازار مجددا ریزشی بشه. اما با توجه به اینکه اینجا ما سیگنال زیادی تجمع داشتیم برای سل و بازار نرفت به سمت پایین و به این قدرت داره حرکت میکنه، یکی از احتمالای قویمونه که بازار بتونه این سطح بالا رو بزنه و حتی الگوی پرچم اینجا داره تشکیل میشه. خیلی احتمالش هست که بازار اینجا پر قدرت به سمت بالا بیاد و به ما موقعیت خرید توی این ناحیه رو بده. بنابراین فعلا محتاطانه عمل میکنیم، عجله نمیکنیم برای معامله و صبر میکنیم بازار ببینیم چه عکس العملی از خودش نشون میده. پوند به سی اچ اف هم توی واچ لیستمون بود. اگر خاطرتون باشه گفتیم تو اینجا موقعیت سل داشتیم، اما چون این سطح خیلی مهم بود
گفتیم که بازار داره دقیقا این سطح رو میبینه، پس احتمالش هست که بازار بخواد برگرده بالا. در تایم فریم های دیلی و هفتگی هم محدوده مهمی داشتیم، خط روند زیر کانالمون، خط زیر کانالمون رو داشتیم و واگرایی ها کم کم دارن پدیدار میشن و همونجور که میبینید RSI هم اوور شده. پس فعلا دست نگه داشتیم برای معامله سل، گفتیم بذاریم اگر این سطح رو به سمت پایین شکست مجددن اون موقع تصمیماتمون رو برای سل میگیریم، ولی اگر این الگو و این تخلیه انرژی باعث شد که جریان کم کم به سمت بالا دیگه از حالت نزول در به سمت بالا برگرده، میتونیم در سناریوهای خرید هم فکر بکنیم. تا یه دبل باتم اینجا بود که فیل شد، دبل باتم خوبی هم بود، میتونست بازی رو برگردونه، ولی کماکان هنوز به نظرم اینجا هست یه مقداری دعواست، باید صبر بکنیم تا جریان برامون واضح تر بشه. NZD بکردم اون جوفرزی بود که در یک ساعته یه موقعیت ازش شکار کردیم، فعلا به نظر میرسه که یکی از سقف‌های کوتاه مدت خودش رو زده، خط روندش هم شکسته، داره حرکت سودی خودش رو ادامه میده. یک هدن شولدر بزرگ هم اینجا میبینیم که حالا هدش یه مقداری شلخته است، ولی به نظر میرسه که کم 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 میخواد از فاز نزولی خارج بشه، ولی خب اونقدری واسه همون جذاب نیست، چون باید استاپلاس رو تو این پایینا قرار بدیم و برای تی پی کمی موانع زیاد داریم، شاید نتونیم حداقل تارگتمون رو بگیریم، عجله واسه این جفت ارز نداریم. یوروازی هم ته لیستمون قرار داره، اگر خاطرتون باشه گفتیم از این بالا امکان ریزش وجود داشت، اما چون شرایط خیلی ایدئال نبود و محل استاپ و محل تی پی که روی این خط روند بود ریسک و ریوارد خوبی رو به ما نمیداد، فعلا بیشتر نظاره‌گرش بودیم، اما طبق تحلیلمون حرکت نزولی خودش رو بالاخره داره آغاز میکنه، منتظر میمونیم تا شرایط بهتری رو واسمون مهیا بکنه. تو این ناحیه ممکنه خریدارهای بیان و وارد بشن و جریان هدن شده رو اگر بخواد فیل شده محسوب بشه، میتونه فروشندگان زیادی رو از نظر مومنتومی به همراه داشته باشه، چون یکی از کفای مهمش هم بازار از دست داده، پیوت هم شکسته، ممکنه بخوان معامله گرا از پیوت تا پیوت بخوان معاملات سلشون رو باز بکنن، ولی خب تا زمانی که این خط روندم هست دست ما رو میبنده برای اینکه بتونیم تصمیم درستی بگیریم. بنابراین فعلا این جو فرضا اگر دقت کرده باشید از جو فرضایی که باز داشتیم موقعیت‌های حساس به موقعیت‌های تقریبا دور از دسترس واچ لیستمون رو معمولا می‌چینیم تا بتونیم تصمیمات بهتری رو اتخاذ بکنیم. خوشحالم که با ما همراه هستید، تا ویدئوی بعدی موفق و پرسود باشید.